آقای کری به دنبال مذاکره با سرگی لاوروف همتای روسیش با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در قصر کرملین دیدار کرد. فکر میکنم که سؤال باقی نمیماند در مورد این که آقای لاوروف توافق نمود که ایالات متحده و روسیه با هم توانایی و قدرت آن را دارند که یک تفاوت قابل توجه ایجاد کنند. ایالات متحده و روسیه در مورد درگیری‌های سوریه و اوکراین دیدگاه‌های مخالف داشتند. واشنگتن مسکو را متهم به تسلیح جدایی طلبان و حمایت از آنها در شرق اوکراین نمود. در 2014 با الحاق شبه جزیره کریما به مسکو، آقای کری از روسیه خواستار عقب نشینی و انتقال سلاح‌های سنگین از اوکراین و پیروی از توافقنامه آتش بس مینسک شد. در سوریه مسکو به حمایت از بشار الاسد برآمد، در حالی که واشنگتن آقای اسد را با جنایات جنگی علیه مردم خودش متهم می کند و می گوید هیچ جای برای رهبری آینده او در سوریه وجود ندارد. پوتین گفت که او از فرصت برای بحث با ایالات متحده در مورد پیشنهادات آن استقبال می کند. وزیر خارجه آقای لاوروف همکنون مرا در جریان جزئیات هر دو پیشنهاد و اینکه روی برخی از مسائل نیاز به بحث بیشتر است قرار داد. پس از مذاکرات آقای کری گفت ایالات متحده و روسیه برای سوریه روی پاره از مسائل مثل غیر فرقوی بودن آن و سوریه آری از تروریست با هم اهداف مشابه دارند، اما او از مسکو خواست تا بمباران مخالفان دولت سوری را به بهانه مبارزه با تندروان باید متوقف سازد. من خرسندم که بگویم رئیس جمهور پوتین آن را تحت غور قرار داد. ما در مورد نقطه عملیات خود و آنان هر دو صحبت کردیم. نظریات ایشان برای حصول اطمینان از این که مشکل با نیروهای نظامی ما وجود ندارد خیلی سازگار بود. وزیر امور خارجه روسیه گفت هر دو طرف روی مسائل اوکراین و سوریه با پیشرفت‌ها نائل آمدند. ما با ادامه کار با هم توافق کرده ایم که در حال حاضر این کار در مرحله پیشرفت روی ایجاد یک فهرست از سازمان‌های تروریستی و کمک به تشکیل هیئتی از سوی سازمان ملل متحد متشکل از نمایندگان مخالفان دولت برای مذاکره سازنده با حکومت سوریه می باشد. ایالات متحده آمریکا و روسیه از این مذاکرات به هدف میانجیگری آتش بس میان دولت سوریه و مخالفان آن حمایت می کنند. لیلا ماه حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.